دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل با ما هستند. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت همه بینندگان محترم. ممنونم. جناب دکتر، عفونت حاد تنفسی چه نوعی از بیماری است و علائم و نشانه های آن چیه؟ بفرمایید. عفونت حاد تنفسی نوعی عفونت است که دستگاه تنفسی را در مجموع میتونه درگیر بکنه که دستگاه تنفسی از بینی شروع میشه و در یک ختم میشه و از نظر این که چه علائمی چه نشانه هایی در این بیماری وجود دارد، یکی خود در معاینه فیزیکی ما وجود احتقان احمرار یا که علامت از التهاب هست در هر قسمتی از دستگاه تنفسی میتونیم ببینیم و آبریزش بینی، صفحه کردن، گلودر، خستگی و درد بدن در مجموع از علائمش هست و در موارد پیشرفته تر وقتی دمای وجود بالاتر میره از 39 درجه سانتیگراد لرز هم پیدا میشه، یعنی لرزه و همچنین گاهی وقتا ممکنه که اختلال در تنفس مریض به حدی میشه که مشکل تنفسی پیش میاد و حتی ممکن است مریض هوشیاری خود از دست بده. بله. این از علائم مشهور. بله. جناب دکتر، مهمترین دلایل و عوامل ابتلا و مرگ و میر این بیماری در افغانستان چیست؟ بله، عوامل از نظر مایکروبیولوژی در درجه اول ویروس هست و در درجه دوم باکتری هاست و عوامل دیگر، ولی از نظر زمینه خود فصل سرما و دسترسی به اماکن گرم میتونه زمینه رو مساعد بکنه برای بروز و شیوع یک چنین بیماری که ممکن است تمام سنین را خصوصا کودکان و افراد بزرگسال دارای سن بسیار بالا، یعنی بزرگسالان مسن و افرادی که دارای اختلال در سیستم ایمنی باشند، اینا وقتی بیشتر مصاب میشن آسیب‌پذیرتر میباشن. بله. با توجه به شدت فقر و تغذیه نامناسب کودکان در افغانستان، آیا راه‌های درمان و مراقبت خانگی هم وجود داره؟ بله، مراقبت از بیمار و همچنین درمان در داخل خانه تا جایی وجود دارد. خب نه به اون اندازه متاسفانه در افغانستان بنابر تحقیق وجود دارد، بنابر مشکلاتی که وجود دارد برای مردم، دسترسی مردم به مراکز درمانی به صورت عام در همه جای افغانستان ممکن نیست. مناطق دوردست، مناطق دور از مراکز، از مراکز شهرها، ولایت های دور افتاده از پایتخت، اینا در مجموع دچار مشکلی هستند متاسفانه. و چنان که در گزارش شما فرمودین که 84,000 مورد در دو هفته ثبت شده است، خب این ثبت شده در حالی که ما به عنوان یک پزشکی که روزانه با تعداد زیادی از این موارد مواجه هستم، نظر من این نیست، نظر من بیشتر از این است. یعنی من معتقد هستم که موارد ابتلا به این بیماری در افغانستان در این اواخر خصوصا در دو ماه اخیر بسیار به مراتب بیشتر از آن چیزی که در گزارش ها با عنوان موارد ثبت شده ذکر شده و می آیند، ولی ما دسترسی ما به مراکز درمانی متاسفانه کمتر هست و این اکتفا نمی کنند. بله، ممنونم. دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل با ما همراه بودند.